روزنامه لوموند 14 ژوئن 1980 24 خرداد 1359 درگیری‌های خشونتبار در تهران بین مجاهدین و بنیادگراهای مذهبی تهدید یک جنگ داخلی را افزایش می‌دهد. درگیری‌های خشونتبار روز پنجشنبه 12 ژوئن 22 خرداد 1359 در تهران که گروه‌های سیاسی رقیب را رو در روی هم قرار داده، یک کشته و 600 مجروح بر جای گذاشت که 13 تن از آنها بر اثر اصابت گلوله بود. گرد همایی مردمی که پنجشنبه عصر جنبش مسلمان چپ مجاهدین خلق برگزار کرده بود با هدف اعتراض به حملات علیه نیروهای مبارز آن بود. درگیری ساعت 16 عصر اطراف استادیوم امجدیه یک ساعت قبل از شروع تجمع آغاز می شود. ده‌ها هزار نفر از هواداران مجاهدین در جلوی درهای ساختمان صف بسته بودند. در همان موقع گروه‌های حزب اللهی عربده‌کشان شروع به تظاهرات علیه مجاهدین کردند. آنها فریاد می‌زدند: مرگ بر منحرفین التقاطی، مرگ بر مسعود رجوی، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. این زبانزد عام است که این گروه‌های ضربت که در پایین شهر تهران از بین بیکاران انتخاب می‌شوند به عنوان ابزار توسط یک حزب راست افراطی جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله بهشتی استفاده می‌شوند. ارگان مرکزی مجاهدین این هفته فاش ساخت که بهشتی رئیس مخفی این آشوبگران حرفه‌ای است. حزب الله تلاش می‌کند مانع از برگزاری گرد همایی شود. با امواج پی در پی آنها تلاش می‌کنند با پرتاب سنگ به سمت هزاران مبارز جوان که دست‌های خود را برای محافظت از صورتشان بلند می‌کنند ورودی استادیوم را سد کنند. یک حرکت غیرعادی. نیروهای پلیس و سپاه پاسداران به حمله کنندگان کمک نمی‌کنند، ولی آنها را در برابر میلیشیای مجاهدین که 10 الی 20 برابر بیشتر هستند حفاظت می کنند. واکنش افرادی که برای شرکت در گرد همایی آمده بودند تعجب آور و شگفت انگیز است. در حالی که زد و خوردها ادامه دارد و شلیک گوش خراش تفنگ ها افزایش می یابد، زنان، مردان و نوجوانان پشت سر هم تزلزل ناپذیر در آرامش و با نظم بسیار در صف جلو می روند. آرواره ها فشرده، چهره های سرسخت، ولی هیچ کس به باران سنگ حزب الله پاسخ نمی دهد. خونسردی مجاهدین و هواداران آنها گران تمام می شود. استادیوم به مرور از جمعیت پر می شود. در 2 ساعت حدود 150 هزار نفر در ردیف های استادیوم و روی زمین ورزش جمع می شوند تا به سخنرانی آقای مسعود رجوی گوش فرا دهند. چه باید کرد؟ همزمان عنوان و موضوع سخنرانی رهبر مسلمانان مترقی است. او حملاتی که جان ده‌ها مجاهد را در روزهای گذشته گرفته بود افشا می کند. یک فریاد از میان جمعیت بلند می شود. یک دختر جوان با لباس غربی فریاد می زند: برادر من پریروز کشته شد. یک زن با چادر سیاه در میان جمعیت خروش برمی آورد و می گوید: ما نه از شاه ترسیدیم و نه از زندانهایش، ما از هیچ چیز و از هیچ کس نمی ترسیم. جمعیت با هم شعار می دهند: ما به مبارزه ادامه خواهیم داد. آقای رجوی ادامه می دهد: بله، تعداد شهدای ما هر چقدر هم که باشد، مبارزه تا پیروزی ادامه خواهد یافت. سخنران 30 ساله جوان جمعیت را منکوب می کند
به ما چه اتهاماتی میزنند؟ ما مسلمان هستیم. ما مسلمان هستیم و به ما میگویند که شما در یک جمهوری اسلامی به سر میبرید، ولی اوباش و تروریست ها را به دنبال ما میفرستند. قانون اساسی حکومت همه آزادی ها را تضمین میکند، ولی مانع دسترسی ما به مطبوعات، رادیو، تلویزیون و مجلس میشوند. قوانین برابری اقلیت ها را تضمین میکند، ولی کردها و سایر اقلیت ها را از عدالت و آزادی منع میکنند و پاسخان ها را با خون میدهند. اما بگذارین بپرسم، بگذارین در رابطه با این همه گلها و استعدادهایی که پرپر شدن بپرسم، بپرسم که و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت، به کدام این گناه کشته شدند؟ کدام گناه؟ علمای شریعت، رجال دولت، وکلای مجلس، اصناف بازاری ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون که میگین در خط انقلابید، آخه چرا ساکتید؟ و به خدا قسم اگر کسی فکر کنه که ما از گلوله و گاز اشکاور میترسیم، هیهات هیهات. در بیرون جنگ شعله ور شده است. انفجار، شلیک مسلسل و آژیر آمبولانس گاهی اوقات صدای سخنران را می پوشاند. ابرهایی از دود سیاه فضای استادیوم را پر می کند. ولی جمعیت انسانی که آن را پر کرده است، بی حرکت مانند بلوک پابرجا می ماند و در سکوت گوش می دهد و به آقای رجوی پاسخ می دهد. لا اله الا الله. او ادامه می دهد. آیا می شنوید؟ این بار رهبر مجاهدین خطاب به حزب اللهی ها می گوید برخلاف ادعاهای شما، ما نه کمونیست هستیم نه طرفدار شوروی. ما برای آزادی و استقلال کامل ایران می جنگیم. شما مسلمانان ارتجایی هستید که زیر پوش اتهاماتی که علیه ما می تراشید هزار بار رژیم شاه را به یک جمهوری مترقی مسلمان ترجیح می دهید. فیا عجبا عجبا، میگید ما مسلمون نیستیم؟ آخه علامت اسلام چیه؟ جز شهادت این مگر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. کف نزنید، فیا عجبا عجبا، مجاهد خلق باید بیاد شهادت این بگه. هم بگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله. بگذارید بشنوند همه، بلندتر بگید ها. چه شد گلوله ها؟ طغیان احساسات. سخنران تکرار می کند چه باید کرد. او می گوید اعضای شورای انقلاب، مسئولین کمیته و ارتش، وزرا، پارلمانترها در سکوت نظارگرند و روی برمی گردانند و به این باندهای اوباش دست باز می دهند تا به مردم تعرض کنند. آنها حواسشان را جمع کنند. اگر به این تروریسم پایان ندهند، مجاهدین که امکانات آن را دارند، خودشان حساب آنها را خواهند رسید. مقامات برای خود اوهام نتراشند. یک روز نوبت خود آنها خواهد رسید. آزادی را به کسی تقدیم نمی کنند. آن را به دست می آورند. این نعمت خداست. آزادی مانند اکسیژن برای نسل بشر ضروری است.
گرد همایی پایان می‌یابد، ولی درگیری‌ها در اطراف استادیوم ادامه پیدا می‌کند. میلیشیای مجاهدین دفاع و ضد حمله می‌کند. پاسداران آنها را به عقب می‌رانند. از سقف خانه‌های کناری شلیک می‌شود. بدن‌های بدون حرکت در پیاده‌روها مشاهده می‌شود. جوانانی با چهره‌های پر از خون در تمام طرف‌ها دیده می‌شوند. آقای مسعود رجوی شب را در خانه خود سپری نکرد. رهبر مجاهدین مدتی است که یک زندگی نیمه مخفی را در پیش گرفته و به محل کار خود نمی رود. او مطمئن است که حزب جمهوری در نظر دارد قدرت را یکسره کند. حمله حزب اللهی ها علیه دانشجویان در پایان ماه آوریل صدها کشته در دانشگاه ها بر جای گذاشت. یک حمله جدید به اسم انقلاب فرهنگی که شکل یک سنت بارتلمی به خود گرفته بود، در حال تکرار در تاریخ 5 ژوئن بود. طغیان احساسات که ما نظاره‌گران هستیم به دلیل بحران اقتصادی و اجتماعی و تناقضات در بطن یک کشور است که فاقد دولت است. خشونت‌ها به خاطر پایان مهلت دولت موقت است. بله، قانون اساسی رأی‌گیری شده و پارلمان انتخاب شده است. میماند شکل‌گیری اولین دولت متشکل از جمهوری اسلامی که انتظار می‌رود تصویر باثباتی از خود نشان دهد. 2 روز پیش آقای آیت مسئول حزب جمهوری به گزارشگر ویژه روزنامه لومتن گفت که دولت جدید می‌بایست کاملاً یک دست در زیر نظر حزب ما باشد. وقایع تا به اینجا رسیده است. برخی ناظرین از این نظریه پشتیبانی می‌کنند که انتخاب بین تفاهم و یا یک جنگ داخلی خواهد بود. چماق بزنید گاز اشکاور و گلوله، سر موی از حقوق قانونی مون کوتاه.